بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود به شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تازه ترین اخبار شیعیان جهان را به سمع و نظر شما عزیزان میرسانم. سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه سوگواری خون و شمشیر در شهر مقدس کربلا. برگزاری برنامه ویژه عزاداری توبریج در شهر مقدس کربلا. برگزاری مراسم باشکوه غمزنی در نقاط مختلف جهان. و نگاهی کوتاه به اهم بیانات آیت الله العظمی شیرازی در شام غریبان. در دهمین روز از ماه محرم، ماه حزن و اندوه شیعیان، شهر مقدس کربلا شاهد حضور میلیون‌ها عزادار کفن پوش بود که برای مواسات با سید و سالار شهیدان و برای اعلام جانفشانی در لشکر بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف سر و صورتشان را با خون خود رنگین کردند. همکارم از برگزاری این شعیره مقدس حسینی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. غمزنی یا تطبیر یکی از شعائر حسینی است که در میان بسیاری از عزاداران حسینی رواج دارد. این نوع عزاداری در میان بسیاری از شیعیان در مراسم عزاداری ماه محرم با هدف مواسات و ابراز علاقه و ارادت نسبت به امام حسین علیه السلام و همچنین تقویت روحیه شجاعت و اعلام جهاد در راه اعتقادات انجام می شود. این مراسم باشکوه در تأسی به مجروح و شهید شدن حضرت سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا و به عنوان اظهار آمادگی برای خون دادن و سرباختن در راه امام حسین علیه السلام انجام می گیرد. شرکت کنندگان در این مراسم پس از نماز صبح روز عاشورا با پوشیدن لباس سفید یا کفن به صورت دست جمعی غمه بر سر می زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفید جاری می کنند. شهر مقدس کربلا، قلب تپنده جهان تشیع، در دهمین روز از ماه حزن و اندوه شاهد میلیون ها عزادار کفن پوش بود که برای انجام این شعیره حسینی مشتاقانه آمده بودند. صدها موکب و هیئت ثبت شده این عزای مورد تایید مراجع اعزام تقلید شیعه را از حسینیه های خود به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام آغاز کرده و پس از غمزنی در خیمه‌گاه حسینی و سپس صحن مطهر حسینی از خیابان بین الحرمین به حرم مطهر عباسی مشرف شده و در صحن حرم حضرت عباس با غمه و شمشیر خون خود را در عزای سید و سالار شهیدان جاری ساختند. لازم به ذکر است مراسم غمزنی روز عاشورا که تا چند ساعت پس از نماز صبح به طول می انجامد از شبکه های مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام به صورت زنده و مستقیم پخش شد. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت ارتباطات از ارائه خدمات اینترنت رایگان به زائران عاشورایی در شهر مقدس کربلا خبر داد. دکتر هیام الیاسیری، وزیر ارتباطات عراق، دستوراتی مبنی بر لزوم ارائه بهترین خدمات ارتباطی و اینترنت رایگان به زائرین امام حسین علیه السلام در ماه محرم الحرام صادر کرد. علی یاسین، مدیر کل شرکت ارتباطات و انفورماتیک، از گسترش اینترنت رایگان در بین الحرمین شریفین
برای زائرین امام حسین علیه السلام و حرم مطهر امام علی علیه السلام و حرمین کاظمین علیهما السلام خبر داد. آستان مقدس علوی با 3000 دوربین امنیت زائران را در دو ماه محرم و صفر تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از السومری نیوز، آستان مقدس علوی در بیانیه اعلام کرد تولیت آستان مقدس علوی برای تأمین امنیت عزاداران، زائران و مماکب حسینی در دو ماه محرم و صفر اقدامات لازم را انجام می دهد. گفتنی است این مجموعه رسانه‌ای مراسم مختلف را به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی استانبولی در شبکه‌های مختلف خود پوشش می‌دهد. مسئولان مواکب و هیئت‌های حسینی در شهر نجف اشرف از مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام به خاطر تلاش‌های گسترده در راستای نشر شعائر حسینی و پوشش اخبار و مراسم و مجالس گوناگون در ایام محرم الحرام تقدیر و تشکر کردند. این پیام تقدیر و تشکر در حالی مطرح شده که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام علاوه بر پوشش مراسم مختلف حسینی در نجف اشرف، برنامه‌ها و مراسم مختلف برپا شده در آستان مقدس علوی و صحن‌های مطهر و مناطق اطراف حرم را تحت پوشش قرار داده و به جهانیان مخابره کرده است. گفتنی است این مجموعه رسانه‌ای مراسم مختلف را به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترک استانبولی در شبکه‌های مختلف خود پوشش می‌دهد. برخی منابع در کابل از قطعی شبکه‌های مخابراتی کابل در روز عاشورا خبر دادند. روزنامه 8 صبح نیز پیش از این گزارش داده بود طالبان محدودیت‌های شدیدتری را بر عزاداران عاشورا در هرات و برخی دیگر از ولایات اعمال کرده است. به گفته این منابع، طالبان از ابتدای شروع محرم نیز چندین مرکز توزیع نوشیدنی‌های خیریه را در امتداد جاده استاد مزاری در غرب کابل تخریب کرده است. هزاران نفر از شیعیان کشمیر تحت کنترل هند با برپایی پیاده روی در گوشه و کنار این منطقه یاد سالار شهیدان را گرامی داشتند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، هزاران نفر از شیعیان کشمیر دیروز در مشای به مناسبت ایام محرم در خیابان‌های سرینگر به عزاداری پرداختند. از زمان وقوع قیام استقلال طلبانه در کشمیر در سال 1989 به مدت 34 سال تا سال 2023 راهپیمایی محرم ممنوع شده بود. Observer Post با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرده از حمله افراطیون هندو به یک مسجد در ایالت مهاراسترای هند برداشت. در این ویدیو که خیلی سری در سایر شبکه‌های اجتماعی هم باز نشد، هندوهای افراطی اقدام به تخریب فضای داخلی و بیرونی یک مسجد می‌نمایند و قرآن و کتب اسلامی را پاره می‌نمایند. در همین ویدیوی همچنین دیده می شود که عده‌ای از افراطیون هندو به پشت بام مسجد رفته و مناره‌های بالای مسجد را با پتک تخریب می‌نمایند. یک خودروی واژگون شده هم در محوطه بیرونی مسجد دیده می شود و مهاجمان اکثراً جوان هستند و همزمان با تخریب شادی می نمایند و با موبایل‌های خودشان ویدیو می گیرند. شورای امور صابئی‌ها و مندائیان عراق از لغو جشن عید بزرگشان همزمان با سالروز دهم محرم الحرام و شهادت امام حسین علیه السلام خبر داد. سلیم دامن اوده رئیس این شورا در بیانیه گفت در همبستگی با سالروز دهم محرم الحرام، سالروز شهادت امام حسین علیه السلام و خاندان و طاهرینش، شورای امور صابئی‌ها و مندائیان تصمیم به لغو جشن‌های ویژه خود گرفتند. اوده در ادامه افزود
ما تصمیم گرفتیم مراسم مذهبی خود را به مناسبت ایام شهادت امام حسین علیه السلام محدود برگزار کنیم. برنامه ویژه عزاداری توبریج در ظهر عاشورای حسینی همچون سالهای گذشته برگزار گردید. همکارم در گزارش خود به برپای این مراسم تاریخی اشاره نموده که با هم می‌بینیم. دسته توبریج معروف‌ترین دسته عزاداری است که خاستگاه آن به منطقه هندی در 10 کیلومتری جنوب شرق کربلا باز می‌گردد. این دسته بزرگترین مراسم حسینی در جهان در روز عاشورا به شمار می آید که هر سال از منطقه قنطرة السلام واقع در 2 کیلومتری شرق کربلای معلا و از سمت شهر توبریج به سمت کربلا به حرکت در می آید. در این مراسم که ظهر روز عاشورا برگزار می گردد، جمعیت عظیمی به نشان پاسخ به ندای حلم ناصر امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرتش حرکت نموده و شعار لبیک یا حسین و یا لسارات الحسین سر می دهند. این هیئت با جمعیتی چند صد هزار نفری از اهالی شهر توبریج و مردم کربلا و همچنین زائران و مجاوران حرمهای مقدس که در طول مسیر به این هیئت ملحق می شوند، در بدو ورود به شهر کربلا به خیمگاه حسینی وارد شده و پس از عبور از صحن مطهر حسینی به سمت صحن مطهر حضرت عباس علیه السلام به حرکت خود ادامه می دهند. ریشه این مراسم به همان سال 61 هجری قمری باز می گردد که وقتی خبر واقعی کربلا به ساکنان اطراف رسید، آنان دوان دوان به قصد یاری امام حسین علیه السلام به سمت کربلا دویدند، اما به موقع نرسیدند. برگزاری عزای توبریج به حدی مورد اقبال عراقی ها قرار گرفته است که خدام حرم های مطهر امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما با نزدیک شدن به دهه اول ماه محرم تدابیر ویژه‌ای را در صحن های این دو حرم مطهر در نظر می گیرند. شور و قوقای این دسته مشهور آنچنان عظیم و گسترده است که عبور آن از خیابان‌های کربلا و بین الحرمین بیش از 3 ساعت به طول می انجامد. در عراق چنین رسم است که علما در روز عاشورا با قبایی مندرس و بدون عبا و پای برهنه در حالی که دستاری بر سر قرار داده و دنباله دستار را بر پیرامون گردن خیش قرار می دهند و در خیابانها و عزاداری ها شرکت نموده و در پایان به دسته توبریج پیوسته و هروله کنند با شعارهای یاد شده به حرمین گام می نهند. علاوه بر برگزاری عزای عظیم غمزنی در شهر مقدس کربلا و بر پای سوگواره خون و شمشیر در سایر شهرهای مقدس عراق، هیئت‌ها و حسینی‌های مختلفی از برپای مراسم غمزنی حتی در کشورهای غیر اسلامی خبر دادند. همکارم در گزارش به برپای باشکوه این مراسم در نقاط مختلف دنیا اشاره نموده که با هم می‌بینیم. در دهمین روز از ماه محرم، ماه حزن و اندوه شیعیان، شهرهای مختلف دنیا شاهد حضور میلیون‌ها عزادار کفن پوش بود که برای مواساد با سید و سالار شهیدان سر و صورتشان را با خون خود رنگین کردند. علاوه بر شهر مقدس کربلا، در دیگر عتبات مقدس کشور عراق یعنی نجف اشرف، کاظمین و سامرا نیز این عزای مقدس با حضور پرشور علما و طلاب حوزه‌های علمیه و شیعیان و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام برپا داشته شد. همچنین شیعیان در شهر دمشق و در جوار حرم حضرت زینب سلام الله علیها
مراسم غمزنی را برگزار کردند. شیعیان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز با شرکت در سوگواره عظیم خون و شمشیر مراسم غمزنی را برگزار کردند. گفتنی است علاوه بر عتبات مقدس و شهرهای مختلف در کشورهای اسلامی، سوگواره خون و شمشیر در شهرهای مختلف استرالیا، اروپا و آمریکا برگزار شد. مسجد و حسینیه آل یاسین در سیدنی استرالیا، حسینیه بیت الحسین علیه السلام و حسینیه بیت العباس علیه السلام در ملبورن استرالیا، حسینیه رسول اعظم صلی الله علیه و آله لندن انگلستان، مسجد و حسینیه البتول فاطمه سلام الله علیها اتاوای کانادا، مؤسسه امام صادق علیه السلام کپنهاگ دانمارک، حسینیه ام البنین سلام الله علیها اسلو نروژ، هیئت شباب القاسم علیه السلام استکهلم سوئد، حسینیه سید الشهدا علیه السلام یوتوبوری سوئد و حسینیه امام جعفر صادق علیه السلام در ایالت میشیگان آمریکا از جمله مراکز، مؤسسات و حسینیه هایی هستند که اعلام کردند همزمان با شهر مقدس کربلا و با حضور شیعیان و محبان امام حسین علیه السلام مراسم غمزنی را در کشورهای خود برگزار کردند. علاوه بر این حسینیه ها در آمریکا، اروپا و استرالیا در کشورهای کویت، بحرین، عمان، ایران، عربستان، لبنان، افغانستان، هند، پاکستان و تایلند نیز با شور فراوان در شهرهای خود این عزای با شکوه را برگزار نمودند. لازم به ذکر است مراسم غمزنی در شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامرا و دیگر شهرهای عراق از مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در قالب 6 شبکه به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی به صورت زنده تحت پوشش قرار گرفت. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان سال 1446 هجری قمری در اجتماع عزاداران حسینی فرمودند: هر ساله سال روز عاشورا یکی پس از دیگری سپری می شود و به فرموده حضرت امام رضا علیه السلام ماجرای کربلا تا روز قیامت ادامه دارد. معظم الله در ادامه فرمودند: قیامت هر شخصی بلافاصله پس از مرگ او شروع می شود، اما روز انقضا پس از عالم برزخ و همان روزی است که خدای متعال در قرآن فرموده است، مقدار آن 50,000 سال است و به فرموده امام رضا، امام حسین علیه السلام تا روز قیامت اهل بیت علیه السلام را داغدار کرده است. ایشان با تاکید بر اینکه مصیبت شهادت تمام اهل بیت علیه السلام بسیار سنگین است فرمودند: اما حضرت امام رضا علیه السلام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را مایه عزادار شدن خاندان رسالت علیه السلام تا روز قیامت معرفی کردند. آیت الله عظما شیرازی با اشاره به این نکته که ماجرای کربلا تمام شدنی نیست فرمودند: پس از قیامت هم ماجرای کربلا در بهشت نیز ادامه خواهد یافت، همان گونه که در زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده که حورالعین به خود لطمه وارد کردند و این فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام از خصائص امام حسین علیه السلام است. معظم الله با اشاره به اینکه تمام کسانی که در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام قرار می‌گیرند تمام شدنی هستند فرمودند: اما ماجرای آن حضرت تمام شدنی نیست. حدود 30 سال قبل عده‌ای به وسیله تانک گنبد حرم امام حسین علیه السلام را تخریب کردند و جنایت‌های دیگری کردند، اما امروز آنان کجا هستند و به چه سرنوشتی دچار شدند؟ آنکه پایانی ندارد امام حسین علیه السلام است. ایشان در ادامه فرمودند: امروز جریانی با عظمت‌تر و دامن گسترده‌تر از جریان امام حسین علیه السلام نیست و این در حالی است که تنها بنی امیه 17 بار مزار مطهر آن حضرت علیه السلام را تخریب کردند و زائران آن حضرت را به شهادت می رساندند و حبس می کردند. اینان در کجای تاریخ قرار گرفتند؟
آیت الله العظما شیرازی در پایان فرمودند از همکنون برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن زیارت اربعین امسال تلاش کنید و همچنین از مقامات عراقی خواستند تا ویزای زیارت اربعین را مجانی کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه سوگواره خون و شمشیر در شهر مقدس کربلا. برگزاری برنامه ویژه عزاداری توییریج در شهر مقدس کربلا. برگزاری مراسم باشکوه غم‌زنی در نقاط مختلف جهان. و نگاهی کوتاه به اهم بیانات آیت الله العظما شیرازی در شام غریبان. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.